من افتخار دارم امشب میزبان چهار خانم بسیار بسیار محترم و بازیگر بسیار خوب در خندوانه هستم و معرفی میکنم یک بار دیگه کسا کمین الان نشستن دارن نگاه میکنن، سرکار خانم کمند امیر سلیمانی، سرکار خانم سحر زکریا، سرکار خانم نیکی مظفری و سرکار خانم لیندا کیانی. خانوم ها دارن با هم رقابت میکنن، یه مسابقه است. خانوم ها امیر سلیمانی و مظفری در یک گروه و خانوم ها زکریا و کیانی در یک گروه. خانوم میخواییم بازی پیکشنری رو انجام بدیم، معروف به پیکشنری، یعنی هم از پیکچر میاد هم از دیکشنری میاد و اینجوریه که ما اسمش گذاشتیم کلمکس، کلمه و عکس. خب عرض کنم خدمتون این شکلیه، مثل پانتومیم که یه نفر مأمور میشه که یک چیزی رو برای یارش نمایش بده تا او حدس بزنه، اینجا شما دست میکنید در این کیسه، هر کسی که باید بیاد 70 ثانیه از لحظه که من میشورم وقت داره، میکشه کلمه رو نگاه میکنه، اگر میتونست انتخابش میکنه، اگر دید سخته میندازه کنار یکی دیگه تا یکی رو انتخاب کنه. روی صفحه سفید اینجا اون رو نقاشی بکنه تا یارش حدس بزنه. خب آماده این؟ ابتدا گروه یک نمایندش بیاد، تشویق کنی خانم کنی رو. آماده این؟ از لحظه که اعلام میکنم 70 ثانیه، 1 2 3. پدر خانواده؟ پدر خانواده نه؟ یه شخصیته؟ راننده؟ راننده! آفرین! تبریک میگم. آفرین. خب یک نفر از گروه دو لطفاً. مرسی. خوبی رو میخوای. خب آماده این؟ بله. 1 2 3. موزیسیان، آهنگساز، خواننده. خواننده. چقدر ساده است اینا. متشکرم. بفرمایید خانم. شما از گروه یک نفر دوم. بله. 1 2 3. بفرمایید خانم. سیب و پاک کنم. کمان جان یه نفس عمیق بکش. 1 2 3. آدم برسی نه آخه کلام ادامه بدیم. آدم سرمخورده سرمخوردگی عدسه. آفرین.
خب خیلی سخت. هر دو تا گروه همه رو گفتن؟ بله. یکی دیگه میریم از گروه یک. یک دو سه. هواپیما خانم. آخه این پیانو بعد بگن بقیه. نه نه فقط خودشون. بچه نگین نگین. دندو. هفتاد ثانیه تموم شد. ریل قطار. مترو. مترو. دندو چی بود؟ بابا خیلی بفرمایید. خیلی سخت بود بابا مترو. آخه اون گفتین که چه دلخوری. یک دو سه. ساختمون‌سازی، خونه‌سازی، مصالح، آجر، دیوار، بزرگ شدن، رشد، ساختن، بنا، مهندس، خانواده. یه ذره بزرگتر می‌کشی من ببینم. جمعیت، مردم. یه ذره بزرگتر میکشیم هم ببینم. بانک چی بود؟ بانک. من پول رو بذاری تو گاف صندوق ببری تو بانک. بانک بانک. آخه چرا خونه کشیم؟ نه این خب اینو من میخواستم ببینم. محلش بود. این محلشه، این پولشه، این گاف صندوق. آخه از بچگی سقف شیروانی برای من خونه میده. ولی خیلی سوالاتو سخت بود دیگه. چیکار کنم دیگه؟ خوشحالی نه. در کنار اون همه چیز ساده. چهار خانم بازیگر و محترم در اینجا تشریف دارن و من خیلی خوشحالم از حضورتون. خیلی متشکرم از حضورتون. مرسی. سال نوتون بازم مبارک باشه. خانم امیر سلیمانی، خانم زکریا، خانم کیانی و خانم مظفری. خب عرض کنم خدمتتون که یک مسابقه لبخونی داریم. گروه خانم امیر سلیمانی و مظفری و گروه خانم کیانی و زکریا این شکلیه که دو تا رقیب جلوی هم نشستن. یکی از شرکت کننده ها یک هدفون میذاره رو گوشش، صدای موزیک بلند و هیچ چیز از محیطش نمیشنوه قطعاً. نفر روبرو توسط من یک برگه‌ای رو میگیره که یک ضرب المثل توشه. شما فقط خوبه بدونید که این یک ضرب المثله. اولین قربانی باز باز چرا؟ من دفعه قبل شما باز قربانی شدید. دفعه اول دیگه. چرا چی شد؟ انقدر بد بازی کردم داب اسمشو. آها خودتون انتخاب کردین به من چی؟ بله مگه من گفتم؟ نه نه نه. عرض کنم خدمتتون که یک برگه رقیب میگیره که قطعا یک ضرب المثله. آشنا. ضرب المثل رو میشناسین؟ خیلی معروفه. پس آشنا. و یک دقیقه و نیم، 90 ثانیه، گفتم دو دقیقه مونده. بنظرم اومد زیاده، بس شما هم باهوشین. 90 ثانیه وقت داره که بگه، تکرار کنه و شما حتما هر بار که ایشون اون جمله رو تکرار کرد، موظفید هر چی فهمیدین بگین. حتی پرت و پلاترین چیزی که ممکنه. خب؟ آماده این؟
اونو بزنید رو گوشتون لطفا. موزیک شروع شه. شروع شه. بلند بگید. شروع شد. یک، دو، سه. آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب. آب که از سر گذشت، چه یک وجب. واه! خانم شما برید جاسوس بشین. این چه میزان از دقت بود؟ اصلا لبخونی نمیشد که ایشون اینو چجوری گفت آب چه از سر گذشت چه وجب. خیلی بچه‌ست. آره بچه‌سی کرد ولی ایشون اصلا زد و دست ایشون. مسابقه. نه واقعا یه ذره چه داد میزنه. آره تو مسابقه. از وزنش یه ذره فهمیدم. خیلی عجیب بود. آفرین. ببین من چه کمکی بهت کردم. تو منم بهت رفیق باش. خب رفیق چیه بابا؟ بفرمایید خانم. آماده؟ موزیک شروع شد؟ یک، دو، سه. ما بشنویم خانوم. یک سال بخور نون و تره، صد سال بخور نون و تره. یک سال بخور نون و تره، صد سال بخور نون و کره. یک سال بخور نون و تره، صد سال بخور نون و کره. نگو، بذار بگی. بگو. یه بار دیگه بگو. یک سال بخور نون و تره، صد سال بخور نون و کره. صد یک سال بخور نون. یه دونه بخور. یک سال بخور. یک سال بخور نون و تره. یه دونه بخور. یک سال بخور نون و تره. صد سال بخور نون و کره. بگم دوباره. بگو. یک سال بخور نون و تره. صد سال بخور نون و کره. بگو یه چیزی بگو. هر چی بگو یه بار دیگه. یک سال میشنه بگو. یه سال بخور نون و تره. یه سال جوجه بخور. یه سال جوجه بخور دیگه کباب نخور. یک سال چه ضرب المثلیه. یک سال بخور نون و تره. صد سال بخور نون و کره. همین یه جمله است. یه سال یک سال جوجه یه سیخ اینا که مطمئنه یک سال بخور نوتره صد سال بخور تمام کمک نمیتونستیم بگیریم بهش نزدیک بودی. یک سال بخور نون و تره صد سال بخور نون و کره. باش دارم دیگه ما این مسابقه ادامه داره. خانم بفرمایید. خانم بفرمایید. خیلی خوب گفتم. یه سال بخور جوجه دیگه نخور کباب. فوق‌العاده بود این ضرب المثل. خانم بلخانم جان ببینم چه میکنی. آماده این؟ آماده این؟ آماده این؟ نه. یک، دو، سه. تو حوضی که ماهی نیست قورباغه سالاره. تو حوضی که ماهی نیست قورباغه سالاره. تو کسی که باد نیست. تو حوضی که ماهی نیست قورباغه سالاره. تو حوضی که ماهی نیست قورباغه سالاره. تو نباید کمک کنی. ماهی ساحله. بگم بگو تو حوضی که ماهی نیست قورباغه سالاره. تو سالی که سالیست قورباغه. تو حوضی که ماهی نیست قورباغه سالاره. تو حوضی که ماهی نیست قورباغه. بگو بقیه‌شو. قورباغه سالاره. ماهی سالاره. قورباغه سالاره. یه بار کامل. تو حوضی که ماهی نیست قورباغه سالاره. آفرین. یک، دو، سه. یکی کمه سه تا سیب زمینی. یکی کمه سه تا غمه. دو تا خانوم. دو تا غمه سه تا یکی کمه دو تا غمه سه تا که شد خاطر جمع. آفرین. آفرین. من گفتم لب کنیم خوبه اولش. آره خانم امیرسانو گفت من لبخونیم خیلی خوبه. من اصلا خب الان چند چندن؟
دو اونا ما یک. دو یک. بله ما باختیم دیگه. ما بردیم دیگه. شما گفتیم. بله ما بردیم. شما که اینجوری هستید. شما اینجوری. ما دو تا گفتیم. من نتونستم. یه دونه. در این مرحله گروه دو امتیازش رو میگیره. یک. غلط کردم. یک. خب مرحله دیگه ای از مسابقه خانم ها. از گروه یک و از گروه دو هر کدوم یک نماینده، یعنی سرکار خانم زکریا از گروه یک و سرکار خانم امیر سلیمان از گروه دو، قراره که با این چوبای غذاهای ژاپنی چینی، بله، این حشراتی که اینجا دارن وول میخورن عزیزای دل، ظرف مدت 45 ثانیه ببینیم هر کی چه تعداد بیشتری میتونه ور داره بذاره این ور. آماده این؟ بعد جمع نفرات هر گروه دو نفرشون جمع ببینیم کی میبره. آماده؟ یک دو سه. آفرین. خانم به من اجازه میدین بیام جلو بررسی کنم. فکرم شما بردین. بله. خانم جاتون حواس کنید. یک، دو، سه. به نظرم با شهرداری قرارداد ببندیم بگیم سوسک محله ها رو با اینا ما جمع کنیم بدونی که آسیب ببینن. خب ما باختیم دیگه. بله اینجا رو باختیم. خیلی پر واضحه که ما برنده. خیلی ببینم چینی یا ژاپنی نیستی بدونمتون چرا اینقدر با دقت اینجار کردیم. خب تشویق بکنید خانوم ها رو. هیاری که بینید بزنیم. مرحله پایانی مسابقه. ماجرا از این قراره که من ابتدای یک شعر رو به شما میگم، انتهاش رو میگم، شما حتما باید بینش رو پر بکنید، یعنی مصرع و بندهای دیگه بهش اضافه کنید با خلاقیت خودتون، منتها لطفاً این چهار کلمه هم توی اون مجموعه کلمات و بند و مصرعی که میسازین باشه. چشم. دو نفری با هم. بله با هم مشورت کنیم. وقتم دارید. 5 دقیقه و یه ربع. شاید 3 دقیقه وقت دارید. اولین بار بود نه؟ و بعد از اینکه شعر شما تموم شد، گروه موسیقی ما به شکل بداهه اینو مینوازه و میخونه. ما هم همراهی میکنیم. جناب خان. جان. گفتم این بخش فرهنگیمو خودمو برسونم آره. خیلی کار قشنگه. سوس جمع کنیامو جرأت نکردم بیام. سوس جمع کنی آره. میگم رام بود. بله. این خانم مظفری عجب سوس جمع کنی بود. آره. هر دو خانم خیلی سوس جمع کنه حرفه ای. خیلی حرفه ای کار میکردن آره. خانم گوره یک آماده این؟ بله. همه توضیحات کافی و کامله؟ انشاءالله. 3 دقیقه وقت داریم. ما میتونیم موزیک داشته باشیم در پینش. خب بیت اول آخر ننوشتیم. آها راست میگی. جان؟ از... متعلق به استاد فریدون مشیریه. اینم آخرشه. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، آخرش 7 رنگش می شود 70 رنگ. اصلا با هم دو نفر. آماده این؟ اون کلمات هم بینش باشه. 1 2 3. Thank you.
خب خانوم ها زحمت بکشید لطفا شعرتون رو قرائت کنید. سرودید حالا بگین برامون چیه؟ بخونید. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، کرم خاکی را کشد بر سوی خاک. میمون و فرخنده باد این روز خاک، سنجد و سبزه کند هفت‌سین را آفرین. بیاور کباب و نان تا خوریم، دلی سیر با درنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. آفرین. والا خوبه. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، بوی خاک، کرم خاکی را کشد بر سوی خاک، بوی خاک. میمون و فرخنده باد این روز خاک، سنجد و سبز کنم همزین رانا. بیا بر کباب و نان تا خوریم، دلی سیر بادرن هفت رنگش می شود هفت داد رنگ. خانمه گوره دو، خانمه گوره یک. 20 ثانیه تو کشید. خیلی خوب بود. آره. بله. 20 ثانیه. 70 رنگ. گو 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 گو. برآمد باد صبح و بوی نوروز، در انتها مبارک بادت این سال و همه سال. بینشم هر کاری میکنین، نون و پنیر، زاپاس، خاله اینا، میمونم توش باشه. بله. میتونیم آمد. شروع کنیم؟ یک، دو، سه. برآمد باد صبح و بوی نوروز، جناب خان هم شده چون حاجی فیروز. جان؟ منزل خاله اینا با خندوانه، خوریم نون و پنیر و هندوانه. شود زاپاس ما میمون این سال، مبارک بادت این سال و همه سال. عالی بود، ولی جایزه همه گیم جب شهر بازی. برآمد باد صبح و بوی نوروز، جناب خان هم شده چون حاجی فیروز. قربان شما، مخلص و متعلق و همین شما هستم. خونه خاله اینا با خندوانه، خوریم نون و پنیر و هندوانه. شود زاپاس ما میمون این سال، مبارک باد این سال و همه سال. من هر دو شعر رو اگه اجازه بدید خیلی سریع بخونم. این شعر از سعدی شیراز، سعدی شیرازی، سعدی عزیز. برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز. و شعر جناب مشیری: بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. آفرین آفرین. این ما خندوانه یا ای ما خندوانه یا اینجوری باید بشیم. خب عرض کنم خدمتون که خیلی ممنونم. رای میگیریم درباره گروه یک رای بدید. وای درباره گروه دو رای بدید. گروه دو برنده شد.